عزیزان سلام، وقت بخیر. اسما نجفی هستم، دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی با بحث شیرین و صد البته جذاب مدیریت تولید و عملیات در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. امیدوارم که دوره مفید و کاربردی باشه. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، دوست دارم به یک نکته توجه کنیم و اون همین هست که همونطور که از عنوان این فصل مشخصه، ما توی این فصل قصد داریم راجع به کلیات مدیریت تولید و عملیات صحبت کنیم. ممکنه از یک سری از اسلاید خیلی سریع بگذریم، اما مطمئن باشید راجع به مباحث مهمش ما توی فصول بعدی حتما تمرکز بیشتری رو خواهیم داشت. بد نیست برای شروع یه مقدار راجع به تاریخچه مدیریت تولید و عملیات صحبت کنیم، ببینیم این مفهوم از چه زمانی و چطور وارد ادبیات مدیریت شده و قصد داره به کجا برسه. اگه بخوایم راجع به آغاز مدیریت تولید صحبت کنیم، باید بریم به عصر انقلاب صنعتی و اختراع ماشین بخار. تا قبل از انقلاب صنعتی همه ساخته های دست بشر به صورت دستی بوده. افراد یه حرفه‌ای رو یاد می‌گرفتن، اون هم به صورت استاد شاگردی، و محصول رو بر اون اساس تولید می‌کردن. هیچ گونه نظام مشخصی برای تولید کالاها وجود نداشت و کالاها هم به صورت دستی تولید می‌شد. اما همزمان با اختراع ماشین بخار توسط فردی به نام جیمز وات، ایده ساخت ماشین‌های تولیدی هم مطرح میشه که این ایده ابتدا توی صنعت نساجی پیاده سازی میشه، کم کم وارد صنایع دیگه هم میشه. با پیدایش ماشین‌ها ایده تقسیم کار هم مطرح میشه، یعنی فعالیت‌ها به صورت یک مجموعه مشخص و انسجام یافته تبدیل میشن که امکان تقسیم اونها به اجزا فراهم میشه. علاوه بر اون، به خاطر اینکه ماشین‌آلات با استانداردهای مشخصی بودن، تولید قطعات ما هم کم کم استاندارد میشه. اما بعد از عصر انقلاب صنعتی دوره مدیریت علمی تیلور آغاز میشه. تیلور با طرح اصول مدیریت علمی در سال 1911 فعالیت‌ها رو مورد تجزیه تحلیل و کنکاش قرار داد. بهترین روش انجام هر کاری رو مطرح کرد و این رو عنوان کرد که به واسطه اون حقوق و دستمزد افراد مطابق روش انجام کار و به شکل استاندارد باید پرداخت بشه. فرانک و لیلیان گیلبرت افرادی بودند که با مطالعاتی که انجام دادن کار تیلور رو تکمیل کردند، به طوری که کارخانجات فورد اولین خط تولید انبوه خودش رو بر اساس مدل فعالیت‌های مطالعه شده و استاندارد شده تیلور راه اندازی کرد و تونست با مطالعه حرکات و حذف حرکات زائد کارای تولیدش رو به حداکثر برسونه. اما بعد از اون ما نهضت روابط انسانی هاسورن رو داریم که توی بازه زمانی 1930 تا 1970 میلادی مطرح میشه. این دوران دورانی بوده که توجه به مسائل انسانی در بالاترین حد خودش بوده. صاحب نظران اصلی این دوره هم افرادی بودن مثل مزلو، مثل هرزبرگ، مثل مگریگور که بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1947 میلادی، یک سری مدل‌های کمی هم مطرح شد، مثل تحقیق در عملیات و کنترل پروژه و تئوری صف، که اونها هم توی حل مسائل مربوط به مدیریت عملیات نقشه به سزایی داشتن. اما عزیزان، از سال 1970 میلادی به بعد یک دوره جدید توی مدیریت تولید آغاز میشه. ایده ای مطرح میشه تحت عنوان تولید بهنگام و تولید ناب. تولید بهنگام و تولید ناب یعنی ما فعالیت هایی که هیچ گونه ارزش افزوده ای به محصول اضافه نمی کنند رو باید حذف کنیم. این ایده در ابتدای امر توی کارخانجات تویوتا مطرح میشه که توی این دوران کیفیت محصولات به اوج خودش میرسه و توجه به کیفیت توی کلیه فرآیندها و فعالیت های درون سازمانی هم مطرح میشه. نهایتاً با طرح ایده جهانی سازی یا به اختصار WCM World Class
30 phút nữa tê mới được có nửa tiếng. Giới thiệu với các bạn cách chăm sóc tỉa cành làm cho cây hoa nó đẹp hơn các bạn nhé. Trong nhà cũng có đấy, cắt tỉa bớt thì không có lá nhiều, không chả ra hoa tốt đất quá.